امیدوارم ملت ایران همه با هم متحد بشن تا روزی که به پیروزی برسن. امید اون روز جان ما کنار هم قدرت میگیم، امیدوارم ما دنبال هم بریم به جایی که دنبال سلبریتی ها برین. هر مادری که اینجا میبینید بشه الگوی شما و دستبند دادخواهیش به دستاتون ببندید. ما دنبال حقمونیم، دست به دست و سرنگونیم. ما دنبال حقمونیم، دست به دست و سرنگونیم. به امید سرنگونیم. آینده با ایران. آینده با ایران. آینده با ایران. به نظر من هشتگ ایران آینده این نه فم تریپه، نه هشتگیه که برای ایران دارن با فریب میزن. هشتگ اینه، دست به دست و سرنگونی. شعاریه که مادرهای آنگان دادن. کسی مثل توی لایف گفته ما داریم خط میگیریم یا کسی ما رو تحریک کنه، این خاله عکس ما رو تحریک میکنه، هیچ کسی دیگه ما رو تحریک نمیکنه. یعنی ما نمیدونیم که اینها پسران ما هستن، به ما دنیا آوردیم و جلوی چش خودمون کشتن، به گلوله بستن. آیا قرار کسی اینو به ما یاد بده؟ به منم گفتن، گفتن از کجا خط میگیری، کی تحریکت میکنه، کی بهت یاد میده؟ بعد اون موقع من اشاره کردم به عکس پسرم روی دیوار تو منزل خودم، گفتم که یعنی کسی باید بهم بگه و بهم یاد بده که پویا رو من به دنیا آوردم و پویا رو این حکومت کشته. دقیقا. یعنی ما بیرون ایران هم میدونیم که بلندترین صدای اعتراض به جمهوری اسلامی صدای شماست. مردم ایران خودشون رهبران تغییرن. ما یک ملت رو بخواییم تحریف کنیم، کی قراره ما رو تحریف بکنه؟ قاتلی که فرزند ما رو کشته، اون ما رو تحریف کرده که ما اینقدر خشمگین باشیم. امیدوارم هر کسی صدا رو میشنوه دستبند دادخواهی مادران رو ببنده و شعار مادران رو تکرار بکنه. پسر من از من گرفته، اون ما رو تحریف کرده که منتقم و دادخواه خون هستم باشم. من از همه ما خود قانونیم، ما با همگی براندازیم، ما براندازیم.